با مراد بیسی اینجا در استودیو مراد برای ما بگو همزمانی تحرکات اپوزیسیون در خارج از کشور دیدارشون با سران کشورهای مختلف همین اتحادیه اروپا هفته گذشته و جلساتی از این دست چه معنایی داره؟ ما شاهد یه دیپلماسی پرتحرکی از طرف چهرهای سرشناس و مخالف جمهوری اسلامی هستیم که احتیاط با احتیاط میشه اسم دیپلماسی انقلاب رو روش گذاشت در کنار دیپلماسی عمومی که ایرانی های معترض در خارج از کشوره واقعیت اینه که طی هفته و ماه های گذشته چرای سرشناس و مخالف جمهوری اسلامی یه تحرک دیپلماتیک سطح بالایی رو داشتن شما مجموع دیدارهایی رو که شاهزاده رضا پهلوی، خانم شیرین عبادی، خانم مسیح علی نژاد، خانم نازنین بنیادی و چهره های دیگه ای که داشتن کنار هم بگذاریم مجموعا میبینیم که در این دیپلماسی پرتحرک اونجا تلاش کردن که صدای مردم معترض ایران رو به گوش نمایندگان دولت ها اعضای پارلمان ها برسونن یکی از مهمترین خب تور اروپایی شاهزاده رضا پهلوی بود که با لندن در بروکسل مجموع دیدارهایی داشت سخنرانی یا حضورشون در پارلمان اروپا بعد از اون هم سخنرانی خانم عبادی در صحن پارلمان اروپا که سخنرانی مهمی بود چون به نمایندگان 27 کشور اروپایی داشت توضیح میداد که در ایران چی میگذره و معترضین در ایران چی میخوان این از این لازم مهمه که ممکنه من و شما جزئیات اعتراضات در ایران رو بدونیم ولی نماینده هایی که در پارلمان اروپا بودن افکار عمومی رو در 27 کشور اروپایی نمایندگی میکنن اونها با جزئیات نمیدونستان موقعی که شاهزاده رضا پهلوی یا شیرین عبادی اونجا میرن توضیح میدن به تفصیل این جزئیات در اختیار اونا قرار میگیره یا دیداری که خانم علی با نخست وزیر هلند داشت در ادامه دیداری که قبل از این با رئیس جمهوری فرانسه داشت مجموع اینها رو موقعی که کنار هم میگذاریم و بی اتحادیه اروپا به مقام های جمهوری اسلامی به نظر میاد الان در عرصه دیپلماتیک وضعیت اپوزیسیون بهتر از وضعیت جمهوری اسلامیه